البته از آن به همین حقیقت باعث شد که از جانشینی خمینی عزل شود و تا آخر عمر در حبس خانگی به سر ببرد. بله، مقاومت ما باز هم تردید و تکثیر شد و حالا اصلا مظهر همان استقامت ها و تسلیم ناپذیری هاست. اشرف البته بسیاری انعطاف ها را تا کنون پذیرفته است. اشرف بسیاری گزینه ها را پیشنهاد کرده و برای آن آماده است. اما آنچه را که اشرف نمی‌پذیرد و آنچه را که مردم ایران نمی‌پذیرند تسلیم شدن است. تسلیم شدن یک گزینه نیست و ما هرگز از آرمان آزادی مردم ایران دست بر نمی داریم، هر چقدر که بهای آن سنگین باشد. به خامنه‌ای و مالکی می گوییم، به خامنه‌ای و مالکی و به کسانی که برای نابودی اشرف دستیسه چینی می کنند می گوییم، یه دهه پایداری و ماندگاری این جنبش عبرت بگیرید. دست آخر این اشرف و این مقاومت مردم ایران است که پایدار میماند و پیروز میشود و این شمایی که سرفکنده و شکست خورده باقی خواهید ماند. بله بله، می توان و باید مقاومت کرد، پایداری نمود و دشمن را به زانو درآورد و نهایتاً پیروز شد. دوستان عزیز، دوستان عزیز، واقعی اشرف از بکر به دلیل شهادت 35 تن از بهترین فرزندان مردم ایران، یعنی از اهرمانان مردم ایران درد ناکرد، بسیار درد ناکرد. اما این واقعه تماما ضعف و بنبست رژیم آخوندها را به نمایش می‌گذارد. امروز اشرف آزمونی برای جهان امروز است، آزمونی برای همه وجدان ها، آزمونی برای ملل متحد، برای همه دولت ها، به خصوص ایالات متحده و اتحادیه اروپا. آزمونی که آنها را فرا می‌خواند که به یاری اشرف برخیزند و با ترک خامنه‌ای و مالکی برای نابودی اشرف مقابله کنند.